زمان مشخص شدن فیلم دادگاه تطلو و مصاحبهش با شبکه دو همونجور که گفته شد بعد دادگاهی که برای تطلو توی روزهای گذشته برگزار شد تصاویر خیلی مختلفی از این دادگاه اومد بیرون و خیلی منتظر این بودن که یک فیلم و یک ویدیو از برگشتن تطلو و صحبتاش بعد از خروجش از ترکیه ببینن و بشنون که شرایط صحبت کردن و حالش چجوریه خبرگزاری میزان که برای اولین بار و اولین تصاویر رو پخش کرد مدعی شده که مصاحبه و ویدیویی از این دادگاه ضبط و در حال ادیت هست و به زودی از خود سایت میزان و خبرگزاری میزان منتشر میشه و گفته شد که حتی مدت پیش حدودا یک ماه و نیم پیش خبرگزاری تسلیم ادعا کرده بود که شبکه دو و برنامه 23 با مژگری امیر رزوانی مصاحبه ای رو با امیر تطلو تدارک دیدن ضبط کردن و منتظر صحبت های ارشاد و دستگاه های نظارتی برای پخشش توی شبکه دو هستند. حدود نیم ساعت از دادگاه ضبط شده طبق گفته خبرگزاری میزان و به زودی و احتمالاً توی هفته های آتی این ویدیو منتشر میشه و مصاحبه ای که با تطلو به شکل خصوصی و پرایپت در باز داشت توسط رزوانی در شبکه دو و برنامه بیست و سی شده اونم به زودی انگار قرار منتشر بشه این روزا که زمزمه حضور تطلو و حتی روی تصویر اومدنش روی صدا و سیمای ملی حسابی هاشی احساس شده باید منتظر این باشیم که ویدیوها و تصاویر مصاحبه ها و اتفاقات زیادی از تتلو توی صدا و سیما پخش بشه که به نظر برسه اظهار ندامت کنه و طلب بخشش کنه و از این بگه که پشیمون از کارهایی که کرده و قصد داره فعالیت خوبی رو در ادامه مسیر زندگیش انجام بده احتمالا سوالات هاشیه زیادی توی این مصاحبه پرسیده خواهد شد فیلم دادگاه که طبیعتا فیلمی هست که اولین دادگاه بوده و بررسی کردن شاکی های خصوصی رو مادرش اونجا حضور داشته و طبیعتا یک صحبت کوتاه با قاضی اون دادگاه شکل گرفته که به نظر اون مصاحبه با فیلم دادگاه حسابی متفاوت هست پس ما دو تا ویدیو در روزهای آتی از خبرگزاری های مختلف داخلی باید داشته باشیم که به زودی منتشر میشه که هوادارای تتلو مشخصا بفهمند وضعیت حالش توی این روزا چجوری هست از نظر سلامت ظاهری و سر که مشاهده شد چه بسا تتلو حتی چاختر و حتی سرحالتر شده بود غمی که توی چشماش بود و میشد دید و باید منتظر موند من دید چه صحبت هایی توی ایران انجام داده و نظرش در مورد اتفاقاتی که تو این مدت واسش افتاده و چرایی برگشتش چی بوده؟